قدیم دعوت کرده، ممتاز کرده، انتخاب کرده و آورده در خانه خدا. منم خواهر، امروز واقعا همون احساس جلسات جمعه است در کلیسای جماعت ربانی در کنار دانشگاه تهران داشت. یعنی وقتی عزیزان سرود می‌خوندن خیلی حس مبارکی بود. یعنی منو بردید حدود 20 و چند سال پیش در ایران. چه جماعت مبارکی است. قبل از اینکه جلسه شروع بشه با خواهر نسرین صحبت می‌کردیم. مردمم و بهشون گفتم که نویسنده کتاب زندگی هدفمند ریک وارن میگه شما نمیتونید به عیسی مسیح بگید عیسی مسیح من تو رو دوست دارم اما از بدنت متنفرم. نمیشه. ما میگیم خداوند من عاشقتم و عاشق بدنتم هستم. برای همینه که ما در عشق مسیح همدیگر رو دوست داریم، نه دوست داشتن جسمانی و دنیوی، دوست داشتنی مثل یوناتان و داوود. در کلام خدا در انجیل به زبان یونانی 3 تا واژه هست که هر 3 تا ترجمه انگلیسیش عشق و محبت و دوستیه. اما نوع دوستی که من و شما امروز نسبت به هم داریم نوع دوستی است که ابدی است، آسمانی است. نوع محبتی که ما به هم داریم چیزیه که از جنس این دنیا نیست، از جنس آسمانه. و امروز برای من افتخار عظیمی است که خادم کلام خدا باشم در خانواده ای که از جنس خداست. به احترام کلام خدا بایستیم، سرهامون رو خم کنیم لطفاً، و بعد از قرائت کلام میتونیم به تفسیر اون بپردازیم. التماس میکنیم خداوند عزیز، خدای زنده کلیسا که خالق، رهاننده و شفیع ما هستی، پدر، پسر و روح القدس، امشب در این مکان به قوت روح القدس بریز، به پری بریز. باشد که سخنان زبانم و تفکر دلهای ما جمیعاً منظور نظر تو باشد، ای که خداوند صخره و نجات دهنده ما هستی. آمین. همینطور که ایستادید لطفاً به چند آیه از کلام خدا با هم توجه کنیم و بعد از اون میشینیم و به سخنان خدا در که از طریق این حقیر بیان خواهد شد گوش میکنیم، هم من و هم شما. اعمال رسولان رو باز کنید لطفاً اگر کلام خدا رو دارید. من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم. بعضی از شما ممکنه این ترجمه رو دارید، بعضی ها ترجمه زیبای هزاره نو، بعضی ها ترجمه زیبای قدیمی یا تفسیری. خدا رو شکر ما الان 4 تا ترجمه رسمی به فارسی داریم. بعضی از شما هم به زبان زیبا و شیرین آلمانی. آره؟ اوکی. اعمال رسولان فصل 1 از آیه 4 تا 11 خدمتتون میخونم. کلام خدا اینگونه می‌فرماید: وقتی او هنوز، یعنی عیسی مسیح، در بین آنان بود، به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند، از او پرسیدند: خداوند، آیا وقت آن رسیده که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته بدانید. خیلی دقت کنید. برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدین من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می‌کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می‌رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، 2 مرد سپید پوش در کنار آنان ایستادند و از او پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آمین. بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم و سپاسگزارم از کشیش آلبرت عزیز برای این دعوت مبارک و برای بیشتر از اون برای این خدمت مقدس و مبارکی که دارید. شما پیرو مسیح هستید و در پیروی مسیح دارید نمونه بسیار خوبی هستید برای این جماعت و نمونه های زیادی رو تربیت میکنید تا بتونن دیگران رو در پیروی از مسیح خدمت کنن، پاهای بسیاری رو بشویند. باشد که این کلیسا، کلیسای آلفا اومگا، سالهای سال تا به آمدن عیسی مسیح شهادت خودش رو نگه داره و پاهای فراوانی از ایرانیان و افغانهای عزیز رو از این منطقه شروع کنه و تا اقصا نقاط عالم بشوره. خیلی سپاسگزارم و چه برکت عظیمی که امروز تونستم عزیزانی رو ببینم که من به قول شما عطر ایران رو میدن و خیلی عطر مبارکی است. ممنونم از دعوتتون برادر آلبرت و همینطور خیلی خوشحال و ممنونم از برادر وحید عزیز. خب دوستی ما برمیگرده به صفحه زیبای فیسبوک و الاخر، اما واقعا ممنونم برای شهادت عظیمی که نگه داشتید در خدا و در پیروی خدا و الان خدا شما رو خوند تا اینجا خدا رو خدمت کنید. من و ناهید من میگم 28 سال، همیشه میگم 28، ناهید میگه نه تازه شده 25 سال. 28 سال پیش با هم ازدواج کردیم، اما به قول ناهید 25 سال. ایشون در زمان دبیرستان حساب و ریاضیشون همیشه 20 بود، من معمولا تجدید میشدم، حالا یا حرف منو قبول کنید یا ایشون رو. 28 سال پیش با هم ازدواج کردیم در کلیسای انجیلی قوام السلطنه در تهران، اما این ازدواج خیلی بی مقدمه نبود. در سال 1360 شمسی، 1981 میلادی، بعد از اینکه از سفر حج تازه برگشته بودم مشهد. چند نفر مشهدی داریم؟ به 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 اوکی. تازه از حج برگشته بودم مشهد و بعد از اینکه پدرم زنگ زدن که پاشو بیا مغازه، مغازه پدر من خیابون بهار بود، خونه ما فلکه آبکوه بود، شماها یادتونه اونجا، بابا گفت برو چهارراه سناباد اونجا سوار خط 31 باشو، اتوبوس 31 و بیا مغازه. بلد نبودم که تازه 15 سالم بود، همیشه هم با بابا با ماشین این ور اون ور میرفتیم و وقتی که سوار اتوبوس شدم برای اولین بار در تاریخ زندگیم یه صلیب دیدم که بالای یه ساختمون بود توی میدون سوم اسفند مشهد، فلکه سوم اسفند، و من خب دانش آموز زرنگی بودم به جز ریاضی، فهمیدم که اینجا کلیساست و از اتوبوس ایستگاه بعد پیاده شدم و به نیت اینکه اون ساختمون رو آتیش بزنم از اتوبوس اومدم پایین. اما 3 ماه و نیم بعد روح القدس قلب من آتیش زد و جزئیاتش رو الان دیگه فرصت نیست، فقط میخوام اینقدر بهتون بگم که خدا خدای عظیمی است، خدایی است که نه فقط در مشهد و قم و اصفهان و شیراز و یزد و تهران و چابهار و سیستان بلوچستان و اهواز و گوشه کنار ایران، بلکه در شهرهای زیبای افغانستان الان شاهدین و نورهایی برای خودش بلند کرده. حدود چند ماه پیش در شمال فنلاند در یه ده دور افتاده برای یه گروه سوئدی مقیم فنلاند صحبت می‌کردم و بعد وسط های جلسه یه دفعه دیدم اون در باز شد، 17-18 نفر اومدن وارد شدن، همه هم چهره ها به نظرم آشنا اومد، چون ما مشهدی ها خیلی چهره های عزیزان افغان رو زود تشخیص میدیم و فهمیدم عزیزان افغان هستن، گفتم خب حتما اومدن بشنون. وسط های صحبت من بود دست یه نفر رفت بالا و گفتش که من میتونم بیام یه موضوعی بگم، گفتم خب معمول نیست ولی بفرمایید، و ایشون اومد کنار من ایستاد و شروع کرد به زبان زیبای سوئدی هی گفت. ما گفتیم خب پس جام رو عوض کنیم و بعد آخرش رو فارسی به زبان دری گفت، گفتش که اسم من، نام من شیراغا هست، اسم برادر من میراغا هست، و شیراغا و میراغا کتاب فروش بودن در کابل و اونجا یک کارتون کتاب معمولی، کتاب علوم و این چیزها براشون از ایران رفته بود، بالای این کارتون کتاب یه دونه کتاب مقدس بود و این زندگی این مرد رو نه فقط عوض کرد بلکه الان ایشون کشیش 150 افغان در فنلاند هستش. خدا خیلی کارهای عظیم میکنه. خدا مردان و زنان بسیاری رو
به رحمت خودش جذب کرده و عوض کرده و الان نه فقط به ایمان و نجات در مسیح رهبری میکنه، بلکه به خدمات مختلف ممتاز میکنه. من زمانی که 21 سال پیش رفتیم امریکا، فرصت پیدا کردم در مدارس علم الهی فولر و پرینستون تحصیل کنم و الان خدا این اجازه رو داده بهترین خدمت من که لذت میبرم ازش، خدمت همکاری با همسرمه. من یکی از داوطلبان انجمن کتاب مقدس هستم و برادر سرگون پدر ناهید رو یادشونه و انجمن کتاب مقدس ایران رو وقتی که دولت ایران بست در انجمن کتاب مقدس رو، همینطور که بست در کلیسای مرکز رو، تصور بر این بود که تموم شده این ایام. در طول سال 2015 ناهید تونست 150 هزار جلد از این کلام رو بفرسته داخل ایران و در سه ماه، آمین آمین، در سال 2016 در سه ماه اول 1,000,000 نسخه از کتاب مقدس دانلود شد و جلال به نام خدا، آمین. اما خبر بزرگتر اینه که هنوز انگار تشنگی عظیمتر شده، بیشتر شده، اینقدر رفته و باز میگن کمه. کار خدا کاریست عظیم و ما امروز خیلی خوشحال هستیم که در بین ابر شاهدان عظیم خداوند میستیم و هر کدوم از ما واقعه عظیم، انگشتان زیبای خدا رو میتونیم شهادت بدیم. اما از شهادتی که داریم، پیغام امشب برای همه ما این هستش که آقا چیکار کنیم؟ بمونیم یا بریم؟ ماندن یا رفتن؟ ماندن یا رفتن موضوعیه که برای تفکر امشب بر طبق کلام خدا در نظر گرفتم و در خلال نیم ساعت، تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه بعدی، میخوایم کتاب اعمال رسولان رو فقط نگاه کنیم. به طور خاص اعمال رسولان یکی از واژه‌های زیباش اینه که نشان دهنده کار، فقط تفکر، تعلیم، الهیات نیست. و من به عنوان یه معلم علم الهی دوست دارم تعلیم رو، خوشم میاد، اما عمل رو لذت بیشتری میبرم از عمل نمودن به ایمان. و یکی از اصطلاحاتی که، یکی از اسامی که من دوست دارم ای کاش میشد به کتاب اعمال رسولان بنویسیم، اعمال روح القدس. واقعا اعمال رسولان اعمال من و شما، اعمال ما نیست، اعمال روح القدس در ماست. و الان خواهیم دید در چند دقیقه بعدی که چطوری عمل روح القدس در بدن مقدس خودش در کلیسا زیباست و چه ویژگی هایی داره. با 8 ویژگی میخوایم آشنا بشیم از اعمال روح القدس در کلیسای ایران و افغان، در کلیسای فارسی زبان، که اتفاقا دقیقا مشابه اعمال روح القدس در کلیسای اولیه است. پس میریم اعمال روح القدس رو در کلیسای اولیه 2000 سال پیش باش آشنا میشیم و بعد معادل اون رو من چند تا مثال میزنم و مثالایی که میزنم اسامی رو عوض کردم، پس فیلم برداری میشه، هیچ اشکالی نداره. شهرستانا رو عوض کردم، پس اگر توی فیسبوک و جاهای مختلف بذارید هیچ اشکالی نداره، چون اسم کسی رو ما اینجا نمیگیم که اجازه نداشته باشیم، یا اسامی که میگم فقط اسامی و اماکن رو عوض کردم، اما حقیقت‌ها همون چیزهایی است که به شما خواهم گفت. ما مشهدی‌ها وقتی مهمون میاد در خونمون چیکار میکنیم؟ در باز نمیکنیم؟ نه بابا، نه. نه، لای در رو باز میکنیم، میگیم کی آمدین، کی میخوان برن. ولی بعضی از ما هم وقتی که میرم خونه عزیزان، جاهای مختلف دنیا میرم، به خاطر محدودیت زمان معمولا سفرهای ما یکی دو روزه بیشتر نیست. یکی از چیزهای تازهی که اخیراً شنیدم اینه که میگن چه اومدنی چه رفتنی، نمی اومدی بهتر بود. میگم خیلی ببخشید که اومدم. یکی از سوالایی که امروز برای ما مطرحه اینه که الان که ما امروز در خانه خدا در کلیسای آلفا اومگای هامبورگ اومدیم، برای چی اومدیم؟ و آیا باید بمونیم، باید بریم؟ طبق کلام خدا ما دیدیم، من امروز شنیدم که بیش از 600 نفر در خلال این چند سال خدمت دلشون رو به خداوند سپردند و اینها بعضی ها اومدن ماندن، مثل خواهر عزیزمون که امروز با ما با هم صحبت کردیم، کلاله عزیز، سالها موندن و در خداوند ثمر آوردن، و بعضی ها رفتن در کلیساهای مختلف دیگه مثل برادر هادی عزیز و الان دارن خدمت میکنن. الان سوال من برای جمع ما، من و شمایی که اعضای این کلیسا امشب هستیم، اینه که باید بمانیم یا بریم؟ و
از کلام خدا میفهمیم، از خواهیم فهمید که هیچ کدوم، بلکه باید بیایم بمونیم و ارسال بشیم، اعزام بشیم، باید فرستاده بشیم. اگه اهل خوابیدن توی موعظه هستید به من بر نمیخوره، بخوابید. به من نشون میده که شما موعظه خیلی آرومی شنیدید، ولی سعی کنید، باید خیلی تلاش کنید بتونید بخوابید. اگه میخواهید بخوابید، خلاصه موعظه رو در این جمله براتون میگم، حفظش کنید. 7-8 بار تکرار میشه، بعد احساس عذاب و... بعد بخوابید اگه تونستید. گوش کنید. کلیسای عیسی مسیح کلیسایی کوچک و پراکنده با وجود جفاها و علارغم حضور تعالیم غلط مطیع خداوند شد، پس رشد کرد و مقدسین را به همه جا اعزام کرد تا شاهدین مسیح باشند. کوچک، پراکنده، جفا، تعالیم غلط، مطیع خداوند، رشد عظیم، اعزام مقدسین و شاهدین عیسی مسیح. یکی یکی میخوایم اینها رو با هم، این 8 رو بگیم. چند وقت پیش توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی، برنامه زنده، داشتم درس میدادم راجع به اشکال متفاوت کلیساهای زنده، کلیسای مسیح که زنده است، عملا شکلای متفاوت داره، از انواع مثال‌ها زدم. ولی یه عزیزی از یه شهر مثلا بگیم اصفهان به نام حسین اومد روی خط و گفتش که آقای کشیش، همه رو گفتید الا کلیسای ما رو. گفتم خب ببخشید نمیدونستم، شما بفرمایید کلیساتون چیه. گفت کلیسای ما معروفه، خیلی معروفه، کلیسای ما اسمش هست کلیسای کوهستان. گفتم خب، میدونستم یه چیز جدید میخواد بگه، بیشتر راجع به کلیسای کوهستان بگید. گفت کلیسای کوهستان کلیسای به عرض 10 کیلومتر و طولش الا ماشاءالله. گفتم خب. گفت صبح به صبح جمعه من یه کوله بار میبندم، نون پنیر و سبزی و این چیزا میذارم روی واکمن من، سیدیای پرستشی میذارم، میرم در خونه داداشیم، در میزنم، با هم راه میفتیم بیرون از شهر به سمت کوهستان. ما تا ظهر سرود میخونیم و راه میریم توی این کلیسای زیبای خدا، به این عظمت و طبیعت زیبا رو میبینیم و خدا رو شکر میکنیم و برکت میگیریم. ظهر که میشه میشینیم، نان را با ساده دلی میشکنیم، میخوریم، خوراک رو با خوشی با هم میخوریم، کلام خدا رو گوش میکنیم، برمیگردیم میایم خونه. کلیسای ما کلیسای کوهستانه. میدونید بعد از اون ما چندین ایمیل گرفتیم در تلویزیون قبلی که من کار میکردم، 107، که چندین نفر گفتند ما کلیسای کوهستان تأسیس کردیم، شد کلیساهای کوهستانها. اما این ویژگی کلیسای کوهستان اینه که کوچیک بود، 2 نفر، 3 نفر، 4-5 نفر حد اکثر اعضا شد. اگر به کلام خدا مراجعه کنیم در اعمال رسولان فصل 2 از آیه 46 تا 47، کلام خدا میگه آنان مقدسین هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع میشدند و در خانه های خود، در خانه های خود نان را پاره میکردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا میخوردند. خونه اندازه داره. این کلیسا شما گفتید 400 نفر جا میگیرن توی این کلیسا، درسته؟ اما توی خونه ما تشریف بیارید، قدم رو چشم ما بذارید، 14 نفر جا میگیرن حدوداً، یکی دوتا بالا کم بالا پایین، اینقدر اندازه کوچیکه. کلیسای عیسی مسیح در ابتدای خلقت کلیسا، در ابتدای آفرینش کلیسا، در زادروز بدن عیسی مسیح در خانه ها جمع میشد. کلیسا واقعیت و سازمانی، سازواره‌ای کوچک بود، بسیار کوچک، 2 یا 3 یا 4 نفر. ما امروز الان یادی کاری که از برادر ادوارد تازگی یاد گرفتم اینه که هر چه کوچکتر بهتر. قبلا ما در ایران که 400 نفر 300 نفر جمع می‌شدیم برای پرستش، الان وقتی به 7 نفر تا 10 نفر میرسه بهش میگیم این خیلی بزرگ شده، باید تقسیم به 2 تا یا 3 تا بشه، چون هر جا 2 یا 3 نفر به نام عیسی مسیح جمع بشن، او در آنجا بین ایشان حضور داره. کلیسا ایست زنده. همین حقیقت در افغانستان نیز
حاکم هست. در افغانستان نیز و در روستاهای اطراف مزار شریف مؤمنینی داریم که اینها وقتی دلشون رو به عیسی مسیح میسپرن، دو سال سه سال بعد میرن ایمانشون رو با یه نفر دیگه در میون میذارن و بعد اون یه نفر با یه نفر دیگه که بهشون اعتماد کامل داره و آروم آروم میشن 7-8 نفر. وقتی 7-8 نفر میشن، تقسیم بر 3 میشن، دوباره آروم آروم رشد میکنن، تقسیم میشن. و کلیسای عیسی مسیح این یکی از ویژگی هاست، ویژگی های کلیساست که کلیسا کوچکه. یادتونه کلیسای مسیح کوچک و پراکنده و با وجود جفاها علی رغم تعالیم غلط مطیع خداوند شد و رشد کرد و مقدسین را به همه جای اعزام کرد تا شاهدین عیسی مسیح باشند. در همین اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 کلام خدا می‌فرماید که پیام خدا پیوسته در حال انتشار و افزایش بود. پیام خدا کماکان علی رغم کوچک بودن اندازه کلیسا، حتی یک کلیسای مثل الان امشب ما 200 نفر هستیم حدوداً، بازم کوچکه در مقایسه با ملکوت آسمان، در مقایسه با اون چیزی که ما در آسمان خواهیم دید. رفت میریم روزها میست، تمام ابدیت رو میستیم و قدوس 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 برای خداوند میخونیم، هیچی نیست، خیلی کوچیکه. در مقایسه با ایرانی ها و افغان های هامبورگ هم هیچی نیست، خیلی کار دارید. خدا میخواد خیلی از این نورها مثل آلفا اومگا جاهای مختلف هامبورگ شروع کنه به درخشیدن. کار بزرگی دارید، چون کوچک بودن چیز بدی نیست. کارهای بزرگ خدا از طریق 2 یا 3 نفر انجام میده. دومین ویژگی کلیسا، یادتون اون جمله که قبل از خواب بهتون گفتم؟ کلیسای خدا کلیسای کوچک و پراکنده بود. اعمال رسولان فصل 8 آیه 1. امروز فقط اعمال رو هی میریم جاهای مختلفش رو با هم نگاه میکنیم، چند تا آیه جای دیگه هم هست، اما اعمال رسولان فصل 8 آیه 1: در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح و اسقف اورشلیم کلام خودش رو، رساله زیباش رو با این آیه شروع میکنه: ای برادران من که پراکنده هستید. البته خواهران هم منظورش است. ای ایمانداران عزیز که پراکنده هستید، این پراکندگی خودتون رو کمال خوشی دانید. ترجمه قدیم میگه کمال خوشی دانید. میدونید چرا؟ جوابش تو همین فصل 8 اعمال آیه 4. اعمال رسولان 8:4 میگه: اما آنانی که پراکنده شده بودند، مثل من و شما، اکثر ماهایی که اینجا غیر آلمانی هستیم، در این کشور به دنیا نیومدیم، ماها پراکنده هستیم، آواره هستیم، نه؟ بعضی از ما پناهنده، بعضی مهاجر هستیم، اما پراکنده هستیم. از کشور خودمون، از جاهای مختلف دنیا خدا ما رو اجازه داده پراکنده بشیم. چرا؟ چون 8:4 هم هست در اعمال رسولان، میگه آنانی که من و شمایی که پراکنده شدند به هر جا میرفتند پیام خدا را اعلام میکردند. به هر جا میرفتند، هر جا، گیسن یا هامبورگ فرقی نمیکنه، هر جا میرن کلام خدا رو اعلام میکنند، فرق نمیکنه. من مشهد زندگی کردم، کرمان خدمت کردم، زاهدان 6 ماه زندگی کردم، چابهار و بوشهر و بندر عباس مدت‌های زیادی زندگی کردم. بعد از اونم دیگه 58 کشور دنیا رفتم و همه برای خدمت رفتم. هر جا میرم همین 8:4 این اصلی. مایانی که پراکنده شدیم باید کلام خدا، پیام خدا رو اعلام کنیم. همین پیام رو، همین صدا رو در اعمال رسولان فصل 11 آیه 19 میبینید. کلام خدا میگه در اثر شکنجه و آزار، جفایی که به کلیسا اومد، در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیادی پراکنده شدند. عده زیادی پراکنده شدند. عزیزان، اگرچه پراکنده، اما کماکان اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 حقیقت داره که پیام خدا پیوسته در حال انتشار و افزایش بود. شما سال دیگه که بیاید کلیسای آلفا اومگا برادر سرگون،
کلام خدا رو میبینید که بیشتر تر شده. جماعت خدا رو خواهید دید که بسیار بیشتر از این شده. و این نبوت بر اساس کلام خداست، بر اساس دیدن اثر انگشت خدا در طول تاریخ کلیساست. چون خدا تغییر نمیتونه بکنه، خدا همون خداست، دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. کاری که خدا در اعمال رسولان در 2000 سال پیش انجام داد، امروز در بین ما انجام میده. آموزش یک هفته عزیزان رو آوردیم در یکی از شهرهای ترکیه برای تعلیم. همه خادمین خدا بودند، کسانی بودند که بیشتر از 5 سال سابقه خدمت خدا داشتند در کلیساهای خانگی، و بهشون تعلیم دادیم که خب شکل‌های تازه کلیسا چی هست و کلیسا الان باید چه شکل تازه‌ای بگیره. میدونید کلیسا ساختمان که اصلا نیست. ما آشوری‌ها دو تا واژه داریم برای کلیسا، یکی اومرا، یکی ایتا، درسته؟ یکی ساختمان کلیساست، یکی بدن عیسی مسیح، سپاسگزارم، یکی بدن عیسی مسیحه. کلیسا ساختمان که اصلا نیست، یعنی این ساختمان تا آخر دسامبر دست شماست، اما کلیسا ادامه داره. دوم، کلیسا سازمان نیست، اصلا کلیسا سازمان هم نیستش، اگرچه ساختمان و سازمان بخش هایی از کلیسا هستند، اما کلیسا یک سازوار است، کلیسا یک بدن زنده است، کلیسا یک شکل نمیگیره، بلکه شکل های متفاوت در طول تاریخ کلیسا گرفته. بعضی وقتا در کاتدرال های بزرگ، بعضی وقتا در خونه های کوچیک. و وقتی اینها رو تعلیم میدادم، یه برادر عزیزی توی هم رفت. بعد از جلسه رفتم پیشش که چی شده؟ و بردم منصور، این همه هزینه کردید، من آوردید تو این کنفرانس، خیلی ممنون، ولی فکر میکنم من جای اشتباهی هستم، اینجا واسه من نیست. گفتم خب من نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحالم لااقل از دیدنتون. حالا اگر احساس، حالا چرا اینطوری؟ گفت تمام این چیزهایی که شما درس دادید به درد کسانی میخوره که کشیشان کلیسا هستن، خادمین هستن. من اصلا الهیات نمیخوام بخونم، حوصله‌شم ندارم، اصلا یه خط کتاب میخونم خوابم میبره، من راننده تاکسی رو چه به این حرفا؟ گفتم حالا خب تشریف آوردید این یه هفته رو فعلا با ما باشید، لذت ببر برادر من، بیا با مشارکت باید. گفت باشه، ولی خیلی خسته خاطر از اون جلسه رفت بیرون. گفت باشه به احترام، ولی با خستگی رفت. شب دعا میکردم و صبح زود برای کلاس بعد که اومد، این برادر اصلا یه چیز دیگه شده بود، چهرش میدرخشید و تا منو دید گفت بعدم از تو میخوام یه چیزی بگم. گفتم خب بگو، حالا آرومتر صبحونم بخوریم. گفتش که خدا جواب دعای منو داد. گفتم چیه؟ گفت کلیسای تو کلیسای متحرکه. گفتم یعنی چی؟ گفتش من 5 روز راننده تاکسی ام از حالا که برگردم ایران، روز شنبه روز استراحته، اصلا دیگه کار نخواهم کرد، میخوام استراحت کنم. اما یک شنبه صبح پا میشم میرم 2 یا 3 مسافر سوار میکنم و ما شروع میکنیم توی خیابونای شهر خودمون مسافرا رو میچرخونیم، و ضمن این که مسافرا دارن میچرخن، یه موسیقی هم براشون پخش میکنیم. این سی دی برادر جیلبرت هم آورده بود، دستش گرفته بود، گفت اینو پخش میکنیم، و بعد از اون اگر شما بتونید هفته یه دونه پیغام برای من ضبط کنید بفرستید، به پیغامتون گوش میکنیم و قول میدیم آخر سر 10-1 جمع کنیم. بعد گفتم آره دیگه، خب این شد که کلیسا خوبه. و بعد گفتش البته ما 10-1 من خودم هم میدم، برای تاکسی من و پول بنزین من و پول لاستیک و تعویض روغن نیست، اینا برای اینه که ما همه رو جمع میکنیم، سال دیگه برگشتم اینجا میارم براتون که برای من کتاب مقدس بدید ببرم برای کلیسامون. دعا کردیم برای ایشون و رفت. سال بعد که اومد گفتش بردم منصور، من کشیش 5 کلیسا مالا. هر یک شنبه گفت من 5 کلیسای پراکنده دارم، 5 کلیسای پراکنده. خدا داره کارهای عظیم انجام میده. نکته سوم، یادتون جملمون کلیسای عیسی مسیح کلیسای کوچک و پراکنده، اما با وجود جفاها علی‌رغم تعالیم غلط مطیع خداوند شد، پس رشد کرد و مقدسین را به همه جا اعزام کرد تا شاهدین مسیح باشند. در اعمال رسولان فصل 5 از آیه 17 تا 18 ما
حقیقتی رو میبینیم که خیلی مهمه بدونیم. عزیزان، مقدسین نیومدن، ما دعوت نشدیم که در مسیح به ما در باغ سبز نشون داده بشه. عیسی مسیح زمانی که گفت بیایید و از من پیروی کنید و هر کس که میخواد پیرو من بشه، گفت صلیب خودش رو برداره، نفس خودش رو انکار کنه و من رو پیروی کنه، یعنی کاری بکنه که عیسی مسیح روی این صلیب انجام داد. این یعنی مسیحیت. مسیحیت این نیست که ما درد ناآشنا باشیم. در پنج فصل پنجم اینطور میخونیم از اعمال رسولان: در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران او، یعنی فرقه صدوقی، از روی حسادت اقداماتی به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند، به زندان عمومی انداختند. جفاهای فراوان شروع شد. یکی از بهترین دوستان من، همشهری من، که ما 10-15 سال جمعه ها در اون کلیسا خدا رو پرستش کردیم تا قبل از اینکه ایشون شهید بشن، کشیش حسین سودمند بود. برادر سودمند مرد خدا بود و وقتی گرفتن در زندان وکیل‌آباد مشهد ایشون رو کشتند، ما فکر کردیم که جفا دیگه به اوج خودش رسیده و کلیسا تموم شده. بعد از اون خدا اجازه نداد که خون شهید بی اثر باشه، بلکه خون شهدا بذر کلیساست و کلیسای مشهد الان یکی از بزرگترین کلیساهای ایرانه. هر گوشه کنار مشهد میرید یک کلیساست الان. تو دهات تربت حیدریه و تربت جام و تایباد کلیسا داریم الان ما. من در تورانتو داشتم موعظه میکردم در یک کلیسایی، یه خواهری رفت اون عقب وایستاد، هی دستشو برد بالا وسط درس من. من خب نمیتونستم درس متوقف کنم. بعد از درس رفتم سراغش، گفت من مال فلان ده تربت جام هستم. اصلا عشق تو چشم من جلب شد، چون من توی اون ده بارها رفته بودم برای یه کاری زمانی. وقتی که دکتر میلر از پرینستون با کشتی رفت ایران، 3 بار به صورت قاچاق غیرقانونی از مرز ایران رفت وارد افغانستان شد و اونجا شب تا صبح دعا کرد و از صبح باز برگشت اومد این بر. امروز ما میبینیم که خدا در افغانستان مهین بانوها و فرزندانش رو بلند کرده، مردان و زنان زیادی رو بلند کرده. کلیسایی است که اگرچه جفا درش هست اما زنده است. در اعمال رسولان 5:40 میخونیم که مقدسین برای ایمانشون شلاق خوردند. در اعمال رسولان 7 فصل 7 میخونیم زندگی مقدسی مثل استیفان رو که به خاطر ایمانش سنگسار شد. در اعمال رسولان 8:1 میخونیم که کلیسا جفا شد. سختی در کلیسا محدود به امروز نیست. کلیسا با درد آشناست. کلیسای مسیح با جفا غریبه نیست. کلیسای مسیح درد و زجر رو میشناسه اما شادمانه. کلیسای مسیح وقتی که در جفا هاست با خوشحالی مسیح رو پیروی میکنه. یه برادر عزیزی در واشنگتن دی سی به خود من نگفتن این رو، به کشیش اپری گفتن و من نقل قول میکنم، گفتش که من سلول بغل دستی کشیش سودمند بودم و ایشون به خاطر جرم سیاسی زندان بود. این برادر عزیز الان در مسیح برادر ماست و گفت شبی که کشیش سودمند قرار بود اعدام بشه، قبل از اینکه اعدامش بکنن ایشون رو با چاقو زده بودند. گفته بودن آقا جان انکار بکن، بذار کنار، جونت راحت میشه. گفته بود چطوری انکار کنم؟ مسیح تو خون منه. گفته بود خب مسیح رو از خونت رها میکنیم. و بعد از این که ایشون رو رگشون رو زدن، کشیش سودمند رو دار زدند. اما شهادت سودمند شهادتی است بسیار سودمند برای بدن عیسی مسیح، چون دیگه خیلی ها به مسیح ایمان آوردن. جفا کلیسا رو از بین نمیبره. اعمال رسولان 5:41 میگه پس رسولان چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی بی حرمتی ببینند، شادی کنان از حضور شورا بیرون رفتند. برادرمون کشیش شهید مهدی دیباج در اون مقطع کوتاهی که از زندان آزاد شد یه نوار ضبط کرده، در اون نوار با گریه صحبت میکنه، اشک میریزه که من لایق نبودم، خدا منو لایق ندونست که برای مسیح شهید بشم. وقتی که مردان و زنان خدا در طول تاریخ برای ایمانشون جفا میبینند،
شادمان هستند. میدونید چرا؟ چون میدونند این آیه 541 میدونند که باعث کار خدا در اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 میشه که پیام خدا پیوسته در حال انتشار و افزایش بود. جفا کلیسا رو از بین نمیبره. ما مسیحیان مثل توپ بسکتبالیم، ما بادکنک نیستیم. هر چه محکمتر ما رو بکوبن ما محکمتر بالا میریم. اصلا کلیسا جفا نمیتونه از بینش ببره. کلیسا با جفا آشناست، کلیسا با جفا زندگی میکنه، چون کلیسا پیرو عیسی مسیح است. جملمون، کلیسای عیسی مسیح کلیسای کوچک و پراکنده است که با وجود جفا و علی رغم تعالیم غلط، یکی از بحرانهایی که کلیسا از ابتدا داشت تعالیم غلط بود. ما در اعمال رسولان میخونیم بحران شریعت، آیا باید کسانی که از امتها میومدن مسیحی میشدن باید ختنه بشن یا نشن؟ یا یکی از بحرانها یا تعالیم غلطی که در قرن اول اومد این بود که نه، عیسی مسیح نمیتونه خدای حقیقی تجسم پیدا کنه، اصلا غیر ممکنه. ما تصور کردیم، فکر کردیم که مسیح مجسم شد، انسان شد و در بین ما زندگی کرد. یکی از دردهای و حقیقت تجسم خدا در بین بشر، واقعیتی که ما تا 4 هفته دیگه داریم جشن میگیریم در کشور شما، واینخته ایام بسیار زیبایی است، اما زیبایی اون در اوج خودش در روز کریسمس و واقعه تجسم عیسی مسیح، جسم شدن خدای کامل به صورت انسان کامل هست که در این کشور خیلی تاکید بیزنسی رو شده، اما تجاری شده. اما من و شما لازم است که به این حقیقت به صورت دیگه ای نگاه کنیم، چون کلیسا در قرن اول گفت مسیح تجسم نکرد. ما فکر کردیم، اصطلاح حالا بعضی از شماهایی که الهیات دوست دارید، دوستیزم یعنی از واژه یونانی دیکاو گرفته شده، به نظر رسید، تصور کردیم که مسیح تجسم پیدا کرده ولی نکرد. الان یکی از دردهایی که کلیسای ایران باهاش مواجهه اینه که 1400 سال تفکر غیر مسیحی رو با خودش کشیده و وقتی که مسیحیان مسلمانزادهی مثل من و شما میان وارد کلیسا میشیم، عمدتاً داریم یک کولباری از تفکرات غیر کتاب مقدسی با خودمون میاریم. کم کم وارد تعلیم کلیسا میشه، به جایی میرسه که امروز واژه یگان انگاران و Jesus Only Movement خیلی مطرح هستش و میگن خیلی خوب، ما میگیم یک خداست، خدای واحدی است که یک زمانی پدر بود، بعدن پسر شد و بعدن روح القدس شد. تفکر غلطی که تعلیم غلط مودالیزم، مودها یا حالتگرایی متفاوت خدا، خدا قادر نیست در این تعلیم که در آن واحد که خدای یگانه است خدایی مرکب باشه. این تعلیم کتاب مقدسی نیست، اما کلیسا با تعالیم غلط در طول تاریخ مبارزه کرده. عهد جدید رو که میخونیم، رسالات رو که میخونیم، میبینیم کلیسا ایستادگی کرده برای ایمانش، برای خلوص ایمانش، حتی اگر ادراک نکرده اما ایستادگی کرده. و چون ایستادگی کرده و شهادت ایمانش رو نگاه داشته، امروز مردان و زنان میان و پذیرش واقعیت این که خدای واحد یگانه، خدایی است حقیقی، پدر، پسر و روح القدس، چیزی نیست که من در عقل و وهمم بیاد، اما به قوت روح القدس ادراک میکنیم و دریافت میکنیم و ایمان میاریم و پیروی میکنیم و کلیسا رشد میکنه. یه خواهر عزیزی چند وقت پیش در یکی از شهرستانهای همین کشور زیبای شما اومد پیش من، گفت برادر منصور، من روزی چند فصل کتاب مقدس بخونم که نجات پیدا کنم. یه عزیز دیگه دوباره از نجف آباد، ایشون گفت ما هر سال ختم انجیل میگیریم. گفتم جانم؟ گفت ما ختم انجیل میگیریم. گفتم اون دیگه چیه؟ ما نداشتیم این رو. گفت ما قبلا ختم کتاب دیگه ای رو میگرفتیم در طول ماه، یه ماه خاصی، حالا در همون ماه ما ختم انجیل میگیریم. گفتم دیگه نمیدونم چی بگم. کاش ما یک آیه از کلام خدا رو بخونیم و به اون عمل کنیم، به جای اینکه این رو به صورت ختم با سرعت بدو بدو بخونیم
و هیچ چیش رو عمل نکنیم. کاش مایانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم عمل کنندگانه به کلام او باشیم. در این صورت هست، وقتی که این طور هست، که کلیسایی کوچک و پراکنده با وجود جفاها و تعالیم غلطی که حضور دارند، در این حال مطیع خداوند میشه، مطیع خداوند میشه. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 29 کلام خدا اینطور میفرماید: پتروس و رسولان پاسخ دادن از خدا باید اطاعت کرد نه انسان. از خدا باید اطاعت کرد نه انسان. شهادت های فراوانی است از اینکه مردان و زنانی که مطیع خدا شدند، ابراهیموار مطیع خدا شدند، در ایستادن مطیع شدند و در رفتن نیز مطیع شدند. در ابتدای این پیام اگر یادتون باشه از اعمال رسولان فصل 1 آیه 4 خوندم. کلام خدا عیسی مسیح به ما گفت اورشلیم را ترک نکنید، بمونید سر جاتون. اطاعت لازم داره، اطاعت لازم داره. در عبرانیان فصل 11 آیه 1 تعریف چیزی که زندگی من و شما رو برای ابد عوض کرده، ایمان، میگه اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یک نوع اطاعته. آیا حاضر هستید مطیع خدا بشید؟ مانند ابراهیم؟ آیا حاضر هستیم قربانی بکنیم؟ خیلی از شماها چیزهای زیادی رو قربانی کردید به خاطر ایمانتون. خیلی از شماها آزادیتون، وطنتون، دوست، فامیل، خانواده، شغل، آرزوهای انسانی و نفسانیتون رو قربانی کردید و مطیع خدا شدید و خدا اینها رو حرمت میگذاره و خدا اینها رو برکت میده. این طور هست که وقتی کلیسای آلفا اومگا پر از مردان و زنانی باشه که مطیع خدا هستند، مانند عیسی مسیح که مطیع شد تا حتی به مرگ بر روی صلیب مطیع شد، کمک میکنه تا کلیسا رشد بکنه. نه فقط ما برکت بگیریم، بلکه پیام خدا پیوسته در حال انتشار و افزایش باشه. عزیزان، کلیسای عیسی مسیح که کوچک و پراکنده بود با وجود جفاها و علارغم تعالیم غلط مطیع خداوند شد، در نتیجه رشد کرد. کلیسا رشد کرد. امروز کتابی هست در امریکا هر سال چاپ میشه به نام Operation World و همین وبسایت هم هست به نام www.operationworld.net. این کتاب سالی یک بار تجدید چاپ میشه و وبسایت هم سالی یک بار عوض میشه. تمام کشورهای روی این کره خاکی رو دونه 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 بررسی میکنه و میگه که اطلاعات متفاوتی میده، من جمله این که درصد رشد ایمانداران تولد تازه یافته در اون کشور چقدره. توی یک کشوری در دنیا هست که رشدش، دیروز من چک کردم، 19.6% تقریبا 20%. یعنی اگر فقط 100 ایماندار درش باشن در یک سال بعد میشه 120 تا. اگر 1,000,000 باشه میشه چند تا؟ آره. و بر اساس کتاب آقای دیوید گاریسون که نوشته نسیمی یا بادی در دنیای در دنیای اسلام، a wind in the house of Islam، یا طوفانی در دارالسلام، دیوید گاریسون میگه که این طوفانی که وارد اون کشوره که اسمشو هنوز نیاوردم براتون ولی همتون میدونید ایرانه شده، باعث شده که یه چیزی نزدیک قریب به 2,000,000 نفر به عیسی مسیح در خلال 35 سال ایمان بیارن. زمانی که من دلمو در سال 1360، 3 سال بعد از انقلاب اسلامی به مسیح سپردم، یاد گرفتم که اون ایام در 1357 ما فقط 500 نفر در ایران داشتیم که مسلمان زاده بودند و امروز پیرو مسیح هستند. در اون زمان، امروز این عدد به 2,000,000 رسیده. توی Operation World میگه یک کشور دیگه ای هم هست که بازم اسمش رو نمیگم بهتون، که افغانستانه، که دومین کشور سریع و رشدترین کلیسای خانگی در دنیاست با 17.8%.
کشور اول سریع ترین رشد و از نظر درصد در دنیا داره ایرانه و دوم افغانستانه. در کل دنیا، در چین هر سال 60 میلیون نفر به مسیح ایمان میارن، اما در مقایسه با چند میلیارد نفر، 1 میلیارد خورده نفر، اصلا این عدد ناچیزه. اما در ایران نزدیک 20% هر سال کلیسا داره رشد میکنه، در افغانستان نزدیک 18% هر سال داره رشد میکنه، و این رشد رشدش فزاینده. هر چه تاریکی بیشتر میشه، نور عیسی مسیح مشخصتر و روشنتر و مبارکتره. هر چی دردها و زجرها بیشتر میشه، هر چه دردها تاریکیها بیشتر میشه، نور مسیح تشنگی بیشتر میشه. هر چقدر طلاق، اعتیاد، زجر، ناعدالتی، بی‌عدالتی های دولت، نامردی ها و نامرادی های اعضای خانواده، بی‌عدالتی های اجتماعی بیشتر میشه، نور مسیح روشنتر میشه. عیسی مسیح شاهزاده صلح و سلامتی است که میاد دلهای مردان و زنان رو برای ابد عوض میکنه، و اینطوری هست که اعمال رسولان 6-7 حقیقت داره که پیوسته کلام خدا در حال انتشار و رشد و افزایشه. میدونید چرا؟ چون مردم زیر بارهای گران خورد شدن، خستن، دیگه راه جواب نمیده، دیگه جواب نمیده اون آیات حفظی، دیگه جواب نمیده اون چیزهایی که در از بچگی توی گوش مردم خوندند، دیگه جواب نمیده. میدونی چرا؟ چون یه ضرب المثل افغانی هست که ما تو افغانستان داریم، شما تو ایران ندارید. میگه از کوزه همان برون تراوت که درونست. میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. وقتی در خودش، در ذات خودش آرامش، چیزی آرامی حقیقی رو نداره، نمیتونه آرامی بده. اما یه کتابی هست که میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. یه کتابی هست که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا یوغ من سبک و بار من خفیف است. وقتی من با بار گرانم رفتم به حضور اون خالق عظیم و بارم رو بهش سپردم، الان 36 سال بعد هنوز سبکبال دارم پرواز میکنم، میجهم مانند غزال، شادمانی میکنم مانند آهو، میجهم در حضور خدا مثل شما، دستامو میبرم بالا و با آزادی خدا رو ستایش میکنم. میدونید چرا؟ چون بار گران من برداشته شده. و عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه، نه فقط از طریق کلام، بلکه از حکمتی که به انسان داده. میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. مسیح نمیگه بیا همینجوری حالا ایمان بیار، میگه بیا جون تو راحت میشه، آزاد میشه. عیسی مسیح میگه من آب حیات هستم، هر که تشنه است بیاد. و وقتی کسی حقیقتاً به راستی تشنه باشه، قدر آبو میدونه. مدت‌ها چابهار کسی داریم اینجا از بلوچستان؟ نه؟ دفعه بعد امیدوارم چند تا دست بره بالا. چابهار کار میکردم و در ماه شهریور در اوج گرما له له میزدم برای آب. وقتی به من یه آبی دادن که اصلا خجالت آور بود نگاه کردنش، گفتم نمیخورم، این آب تشنگی من رو برطرف نمی کنه، این آب آبی نیست که من بخورم. رفتم صبوری کردم، ولی آبی خوردم که جان من رهایی پیدا کرد. کسی که تشنه شده، تشنگی کشیده، میفهمه طعم آب چیه. آب با سراب فرق میکنه، سراب تشنگی رو رفع نمیکنه، سراب تشنگی رو تشدید میکنه. در وعده هایی که بعضی از ادیان میدن سراب هست، فرق سراب با آب در حقیقتشه، در عمل کردشه، در اثر بخشیشه. و آب اثر بخشه، و وقتی اثر میده، این آب به پای جانهای تشنه میریزه. بعضی از شماها 30 ثمر برای خدا آوردید، بعضی هاتون 60 و بعضی 100. این کلام خداست،
وقتی جانتون رو به خداوند بسپارید، شما مثمر ثمر خواهید شد. شما دیگه نمیتونید بشارت ندید، دست خودت نیست، چون در درون شما چشمه آب حیات ایجاد میشه و نمیتونید جلوشو بگیرید. یه زمانی من رفتم، من قله دماوند رفتم، این قیافه الانمو نگاه نکنید، من بالای دماوند صعود کردم و وقتی داشتیم از لاله سرا، دماوندیا کسایی هستند؟ کوهنوردم نداریم اینجا؟ اوکی داریم کی؟ اوکی خیلی خوب، خوب شد. فکر کردم تنها کسی که این کارا رو کرده بعدم. اوکی. از لاله سرا داشتیم میرفتیم بالا، یه دفعه دیدم از کنار یه سنگی داره آب خیلی آرومی، چشمه قشنگی میاد بیرون. بعضی از ما مشهدی ها یه ذره تخس داریم. من تصمیم گرفتم اون داستان پتروس فداکار رو اینجا امتحان کنم و انگشتمو فرو کردم توی سوراخ این چشمه و آب وایساد برای 3-4 دقیقه، بعد از کنارش زد بیرون. اونجا رو گرفتم از یه جای دیگه زد بیرون. مسیحی اینه. مسیحی وقتی طعم زیبا و عظیم محبت مسیح رو میچشه، حتی اگه دست و پاش هم بگیری با تمام وجودش میبخشه. با دعا در سکوت میتونه دعا بکنه و جانها عوض بشن. با اشکا میکاره اما با ترنم درو میکنه. و وقتی برای خدا ثمر میاره 30-60 برابر برای خدا ثمر میاره. و اینطور هست که کلیسای مسیح رشد میکنه. کلیسای عیسی مسیح کوچک و پراکنده است. با وجود جفاها و علارغم تعلیم غلط مطیع خداوند شد، پس رشد کرد. و نکته بعدی، و مقدسین را به جاهای مختلف دنیا اعزام کرد. کلیسای مسیح کلیسایی است، کلیسای مرسلینه، کلیسایی است که اعزام میکنه. چون اعزام میکنه رشد میکنه. انجیل متی فصل 28 آیه 19 و 20: پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعلیم دهید و همه اموری را که به شما سپردم به ایشان بدهید. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8: اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. کلیسای عیسی مسیح آموخته از خداوندش، چون خداوند ما عیسی مسیح نه فقط در این آیات بلکه در انجیل متی فصل 10 میخونیم که کلیسا رو فرستاد. عیسی مسیح در فصل 10 انجیل متی میخونه، سواریان رو، شاگردان رو میخونه، به اونها قدرت میده و بعد میفرسته. یادتون باشه قبل از اینکه مسیح بفرسته در این اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 میگه اورشلیم را ترک نکنید. خیلی لازمه مقدسین، مردان و زنان خدا، که بمونید در خانه خدا، بمانید تا از روح القدس مجهز بشید، پر بشید، تعلیم بگیرید، آماده بشید، یاد بگیرید. بعضی وقتا میشه سالها باید بمونیم، ولی وقتی آماده شدید، مردان و زنان خدا، خادم خدا به هدایت خدا و شما و به هدایت جمع، شما رو اعزام خواهد کرد، میفرسته. و وقتی میفرسته، کلام خدا میگه، میگه شما رو مانند گوسفندان در بین گرگ‌ها میفرستم، پس هوشیار باشید، بی‌آزار باشید، مواظب باشید، شهادت دهید، نگران نباشید، نترسید، اعلام کنید، بگویید، نترسید. اینا همه واژه‌هایی است که در اعمال رسولان فصل 10 و کلیسا اینطور هست. امروز میخوام دعوتی که از همه شما بکنم اینه که کلیسای آلفا اومگا رو کلیسای مرسلین بدونید. کلیسایی بدونید که نه فقط خدا شما رو آورده اینجا تا بحرانهای عاطفی، احساسی، روحانی و مسائل انسانیتون حل بشه، بلکه تا جان شما لذت پیدا کنه، تا جان شما آسودگی پیدا کنه. و نه فقط همین، خدا میخواد شما رو بفرسته و راه‌های ارسال خداوند زیاده. یکی از راه‌های ارسال اینه که شما رو میفرسته برید جاهای مختلف، شاید از طریق پالتاک، سکایپ، فیسبوک، تلگرام یکی از بهترین جاهای اعزام این روزا. تلگرام خیلی این روزا ثمر میاره. خدا میخواد شاید از این طریق شما رو بفرسته. شاید میخواد بفرسته توی ماه مارس، شما میگید مارس، برای عید نوروز با من و ناهید بیایید ارمنستان یا ترکیه یا جاهای مختلف، تا بریم اونجا بین هموطنان ما که برای عید نوروز میان بیرون بشارت بدیم.
شاید خدا میخواد شما رو بفرسته در کوچه و کنار اطراف شهر زیبای هامبورگ تا اینجا نور مسیح رو بین قوم آلمانی که متاسفانه درشون درصد بی ایمان زیاد هست اعلام بکنید. خدا نمیخواد شما بیایید آلمان و فقط گیرنده باشید. خدا میخواد شما رو آورده اینجا در این کشور در این کلیسا تا نجات بده و بر اساس نجاتتون زندگی کنید. نجات یافتن خوبه، اما نجات زیستی وظیفه کلیساست و کلیسایی که نجات زیستی میکنه خیلی مهمه. مقایسه بکنید این دوتا دریایی رو که میگم من و ناهید یک سال و نیم پیش رفتیم اسرائیل و فلسطین و در اونجا دوتا کنار دوتا دریاچه رفتیم نگاش کردیم، یکی دریای جلیل یکی دریای مرده. هر دوتای این دریاها بهشون آب میاد وارد میشه، از رودخونه، از باران اندک اون منطقه. هم دریای جلیل بهش آب وارد میشه هم دریای مرده. اما دریای جلیل خروجی داره، رودخونه هایی ازش خارج میشن، دریای مرده اصلا خروجی نداره. 400 خورده متر هم زیر سطح آبای آزاد هستش، هیچی ازش خارج نمیشه. دریای جلیل اندازش همونی که هست مونده، بعضی وقتا بزرگتره، دریای مرده هر سال کوچیکتر میشه. دریای جلیل درش آب ماهیان فراوانی است، در دریای مرده هیچ موجود زنده‌ای وجود نداره. دوست دارید دریای جلیل باشید یا دریای مرده؟ من دوست دارم جلیل باشم. و برای اینکه دریای جلیل باشیم باید همین طور که برکت میگیرید برکت رو بدید. و برکت ما در سه تا چیز هست، یادتون باشه: در وقتتون، در استعدادهایی که خدا به شما داده و در اموالتون. ما به عنوان ناظرین خدا نه فقط باید وقتمون رو بذاریم در خدمتها، در بشارت، در میز کتاب فروشی، در مراسم متفاوت بریم خدمت کنیم، بلکه از استعدادهایی که داریم، راننده تاکسی ها، نوازنده ها. امسال 500مین سالگرد مارتین لوتر هست و در شهر هایدلبرگ مراسم بزرگی من دارم، پس فردا میرم اونجا. لوتر میگه اون خیاطی که داره دکمه کتی رو میدوزه، وقتی داره دکمه میدوزه داره خدا رو پرستش میکنه. شما در استعدادی که دارید خدا رو پرستش میکنید یا دکمه هاتون رو گذاشتید کنار دارید یه کار دیگه میکنید؟ خدا میخواد کلیسای مرسلین باشه و ارسال ما یکی از وقتمون، استعدادهامون و اموالمونه. شاید نتونید برید ایران ولی میتونید یک کتاب مقدس پست کنید به ایران، خیلی خوشگل بسته‌بندیش بکنید، کادو پیچیش کنید، برای تولد اون همسایه قدیمی که از بچگی میشناختید بفرستید واسه شون، اسمش هم بالاش بنویسید، بگید که دوستت دارم. هر مشکلی میخواد پیش بیاد برای شما پیش میاد ولی هیچ کس نمیاد دستش به شما هم نمیرسه. پست کنید کتاب مقدس ها رو ایران. در این صورتی که کلیسا میشه کلیسای مرسلین. کلیسای مرسلین کلیسایی است که از فرشتگان مسیح هم درس میگیره. از عیسی مسیح گفتیم در انجیل متی فصل 10 آموختیم که باید بره. فرشته خدا هم میفرسته. این اعمال رسولان فصل 5 آیه 20، اعمال 8 26. خدا توسط شاگردان و کلیسا هم میفرسته. اعمال 13 آیه 3 خدا مستقیم هم میفرسته. اعمال 22 21 مستقیم صحبت میکنه. دهان خدا کوتاه نیست تا سخن نگه، قادره، سخن میگه. اما یادتون باشه وقتی سخن میگه ما تکرو نیستیم. کلیسا قبیله تکی نیست، تکروی نیست، بلکه در هماهنگی، اول قرنتیان 15:40، در هماهنگی و شایستگی و انتظام با هدایت کلیسا، هدایت خدا از طریق کلیسا حرکت میکنه. تکرو نباشیم. وقتی خدا دلتون میذاره که جایی برید برای خدمت با مردان و زنان و خادمین خدا که خدا به این خدمت ممتازشون کرده، مشورت کنید و بذارید که یک روح در شما کار کنه. و در این صورت هست که کلیسا پیوسته رشد میکنه. عزیزان، کلیسای مسیح کوچک و پراکنده است و با وجود جفاها و علارغم تعالیم غلط مطیع خدا شد، پس رشد کرد و به همه جا اعزام کرد. میدونید چرا؟ تا شاهدین عیسی مسیح باشه. ما میتونیم امشب برای ساعتها در کلام خدا با هم قوررسی کنیم، با هم بریم فرو بریم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. یکی از مقدسین خدا در کلام خدا، یوحنای رسول، میگه این آیاتی رو که به شما گفتم
چیزهایی بود که چشمان ما دید و دستان ما لمس کرد درباره یک کلمه ی حیات. امشب به فیض خدا من و همه ما امشب اومدیم در این مکان مقدس و کلام خدا رو دیدیم و شنیدیم، اما یه چیز دیگه است لمس کردن. آیا مسیح رو لمس کردید؟ آیا مسیح رو چشیدید؟ آیا فرصتی بوده در زندگی خودتون که بگید اگرچه کوچکم، اگرچه پراکنده و آوارم، از وطنم دور افتادم، اگرچه در سختی ها، بعضی از شماها زندان رفتید در ایران، بعضی از شماها سختی هایی دیدید در جاهای مختلف دنیا، اما خدا میخواد شما شاهد مسیح باشید. و یکی از جاهایی که ما میتونیم شهادت بدیم اینه که بیستیم در حضور جماعت و بگیم محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در حضور جماعت ها، در حضور مردان و زنان بیستیم و بگیم یه زمانی مال خودم بودم اما الان مال خداوندم. دلهای ما رو به راه های متفاوت رهبری میکنه، اما روح القدس به راه حقیقی. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. عیسی مسیح امشب برای ما دعوت عظیم داره، میخواد ما شاهدین مسیح باشیم. آماده شهید شدن هستید؟ من آمادم. یکی از ویژگی های مسیحی اینه که شهادتش فقط تو مردنش نیست، بلکه در زندگی هم شهادت میده. و شهادت ما از کلیسا شروع میشه، زمانی که خدا قوت بده. فقط اون موقع است که میتونید بایستید و از این راه رو بیاید جلو و دلتون رو به عیسی مسیح بسپارید. زمانی که روح القدس الزام بکنه، کسی که مدت هاست پیرو عیسی مسیحه میتونه بیاد این جلو و بگه امشب میخوام تجدید پیمان بکنم. مطمئنم مردان و زنانی بین ما هستن امشب. امشب شبش، امشب وقتشه، زمانی است که میخوام از کشیش آلبرت عزیز دعوت بکنم بیاین جلو و ما رو رهبری کنید، برای اینکه ببینیم آیا امشب خداوند قلب‌های ما رو لمس کرده، آیا امشب زمانش رسیده که ما شاهدین خدا باشیم. اگه امشب روح القدس شما رو ملزم کرده، با شما سخن گفته، اگر امشب خدا داره میخونتون و با شما آشناتون کرد تا با حسین و محمود و اسقر و رقیه و فاطمه و مرضیه و مابقی همدردی کنید، آشنا بشید، یاد بگیرید از زندگیشون و بشنوید که خدا اینها رو آزاد کرده. شاید امشب شبی است که برای ما خدا آفریده، خدا انتخاب کرده تا دلمون رو به عیسی مسیح بسپاریم. آمین. چون شما با دعاتون جلسه ما رو رهبری کنید از اینجا. خیلی ممنون. الان دعوت میکنم خوب میشه چشمانو ببندیم. اگه کسانی اینجا هستن که هنوز آشنایی با عیسی مسیح ندارن، اول اینو بگم که تصادفی نیست که تو اینجا هستی، خداست که امروز اینجا آورده چون دعاهای تو رو شنیده و اوست که امروز میخواد زندگی تو رو دگرگون کنه. این یک دعوتی هست که فکر کنید در موردش. آخر میخوام دعوت کنم. من فکر میکنم همینطور افرادی هم هستن که همینطور که موعظه رو شنیدیم که ثابت نیستن و که کلام خدا میگه در اورشلیم بمونید و اون موقع که روح القدس میاد، اون موقع هست که خدا ما رو میفرسته. شاید که افراد اینجا هستن که ثابت نیستن و شاید آمدین میریم بیاین دنبال زندگی خودتون هستین. امروز خداوند تو رو صدا میکنه در هر جایی هم که قرار گرفتین. شاید توی گناه قرار گرفتین، توی سردرگمی قرار گرفتین. امروز خدا به تو دوباره دستشو دراز میکنه و میگه که بیا.
بیا این عهد رو دوباره با من ببند و من تو رو هدایت خواهم کرد. دست خودم رو تو میذارم، همه چی رو تازه میکنم، حتی جاهایی که شاید وابسته شدین و اسیر شدین، امروز عیسی مسیح میگه من میخوام تو رو آزاد کنم. نگاه کنی یه لحظه، همینطور فکر کنین کجا هستین. مس خدا و اقتدار خدا میاد رو افرادی که گفتن خدا من میخوام وفادار در این کلیسایی که منو اینجا گذاشتی، من میخوام الان بیستم، بمونم و تو از من استفاده کنی. روح القدس کلام رو شنیدیم، الان تو هستی که باید ما رو ملزم کنی. حتی توبه کردن بدون تو خداوند فایده نداره. بیا روح القدس، لطف و محبت توست عیسی جان که ما رو به توبه هدایت میکنه. و مرسی که تو اینجا هستی. ستاره سحر به زودی می آید، خوز شادی آید، قدمه حیات در شکوه و جلال، بر طبق برهش به زودی می آید. کوها شادی کنند، نهانت نخلند، نهانت نوزند، عیسی می آید. هللویا.